وزارت خارجه آمریکا هم با توجه به تصمیم آقای کری و همتای روسیه سرگئی لاوروف برای تلاشی مجدد در مورد برقراری آتش بس در حلب میگوید دو کشور در حال نهایی ساختن جزئیات فنی آتش بس هستند. در همین حال دولت سوریه امروز با وجود وعده روسیه برای توقفی موقت در عملیات نظامی در حلب به منظور کمک به خروج غیر نظامیان و زخمی شدگان حملات هوایی و زمینی به شرق حلب رو شدت داده. جزئیات بیشتر در گزارش کاوه ادیب هست. دولت سوریه روز جمعه در تلاش برای تصرف کامل شهر محاصره شده حلب بار دیگر شرق این شهر را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داد. گرچه روسیه روز گذشته گفته بود دولت سوریه برای تسهیل در خروج غیرنظامیان و زخمی شدگان عملیات نظامی به شرق حلب را متوقف می کند، اما روز جمعه هیچ نشانه ای از کاهش خشونت دیده نشد. رویترز به نقل از یکی از گروه های مخالف رژیم سوریه در حلب گفت جنگنده های هوایی و هلیکوپترهای دولت سوریه امروز نیز مانند روزهای دیگر حلب را بمباران کردند. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز امیدواری به وعده روسیه برای کاهش خشونت و کمک به خروج غیرنظامیان و زخمی شدگان از شرق حلب گفت به نظر می رسد دولت سوریه به خشونت ادامه خواهد داد. ما امیدواریم با این تصمیم جدید از سوی روسیه ارسال کمک‌های حیاتی به مردم شرق حلب میسر شود، اما ما در مورد ادامه خشونتی که توسط دولت سوریه اعمال می‌شود و دشواری‌هایی که سازمان ملل برای رساندن این کمک‌ها به شرق حلب با آن مواجه است، واقع‌بین هستیم. در همین حال هزاران نفر از سکنه شرق حلب به غرب این شهر گریخته که در کنترل دولت اسد است. به گفته روپرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صدها مرد هنگام فرار از شرق حلب به غرب این شهر ناپدید شدند. ما گزارش‌های ناراحت‌کننده‌ای دریافت کرده‌ایم که صدها مرد هنگام ورود به غرب حلب که در کنترل دولت است ناپدید شدند. تایید این گزارش‌ها در شرایط خطرناک و بی‌ثبات فعلی در منطقه بسیار دشوار است. خانواده‌های مردان ناپدید شده می‌گویند هنگام عبور به غرب حلب تماسشان با آنها که اکثراً زیر 50 سال هستند قطع شده و از سرنوشتشان خبری ندارند. آقای کولویل همچنین گفت سازمان ملل متحد با توجه به سابقه رژیم سوریه در بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن ناراضیان نگران سرنوشت مردان ناپدید شده است. هزاران نفر از سکنه شرق حلب نیز که در محل گیر افتاده اند به امید پیدا کردن راهی برای خروج ساعت شماری می کنند. در این میان به گفته یکی از مسئولان بیمارستانی در شرق حلب فهرستی از نام بیمارانی تهیه و تسلیم شده است که باید بلا فاصله برای دریافت کمک‌های پزشکی به نقاط امن منتقل شوند. کاوه ادیب، صدای آمریکا.